امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز اون غذای کاشانی که بهتون گفتم رو براتون قراره که درست بکنیم. اولی توضیح در رابطه با دستور این غذا بگم. خانواده پدری راشین کاشانی هستن و امروز صبح با عمه راشین داشتم صحبت میکردم، با اون لهجه شیرینش قشنگ کل این غذا رو برای من توضیح داد که چطوری قراره درست بشه. من خورده بودم این غذا رو زیاد و وای چقدر این غذا خوشمزه است. ایشون گفت تو دو تا حالت میتونی این غذا رو درست بکنی، یک تو حالت آبگوشتی که تیلیت میکنن اینا، دو تو حالت خورشتی که با شیوید پلو میخورن و من حالت خورشتیشو انتخاب کردم که با برنج باشه که یه شیوید پلو هم این لابلا با هم درست بکنیم. در رابطه با انتخاب نوع گوشت بزن قد صحبت نکن نواب، اول برم لوبیا رو میتونید دو تا کار میتونید انجام بدید. یک، از چپ عقب بذارید خیس بخوره که قشنگ نفخش گرفته بشه. دو، مثل من اگر نخوابوندید و الان تصمیم گرفتید که درست بکنید، میذاریم بجوشه یه ساعت تا زمانی که کارهای بقیه رو انجام میدیم اینم بجوشه. لوبیای سفید بیت نکنید. این مقدار کافیه، اندازه دو تا کاسه، شاید زیادم باشه. من ببرم اینو یه آب بگیرم که خاکش بره، بذارم که بپزه. آب میریزم میذارم بجوشه. فعلا خیلی کاری باشه ندارم، هیچی هم بهش نمیذارم. این دقیقا هم بعد آب میکشیم، بعد آب کش میکنیم. این دقیقا همون کاری رو انجام میده که شما لوبیاتون رو خیس میکنید. بریم سراغ رنده کردن پیاز. یا خیلی ریزش بکنید یا خیلی رندش بکنید، چون دوست نداریم ببینیمش. من میخوام از غذاساز استفاده کنم یا رنده. پیازو بیارم. پیازا رو مثلا 4 تا قسمتش میکنم. بعد گفتم اگر غذاساز ندارید چیز کنید، رنده کنید. ولی من چون میندازمش دیگه مستقیم تو کجا؟ مستقیم میندازمش توی همین این و حالا بریم برای خرد کردنش. و تمام. همیشه چشمتون رو بیارید این برای وقتی در غذاساز رو با پیاز. اوه خب بازم بزود پز درست میکنم برای صرفه‌جویی تو وقت. خیلی راحت. این در واقع هم یه مزه‌دار کردن گوشته، همین که یه پخت سریع و آسونه. یه دونه لیسک بیارم، کل اینو میریزم داخل زود پز. این از این. من از گوشت رون گوسفندی استفاده میکنم. گوشتی که استفاده میکنید بیشتر مواقع گوشت گوسفندی استفاده میشه توی خود کاشان، اما اگر طرفدار گوشت گوسفندی نیستید از گوشت گوساله میتونید استفاده بکنید. من از رون گوسفندی استفاده میکنم. ماهیچه هم خیلی انتخاب خوبیه. اینم گوشت. بریم سراغ ادویه. ادویه خیلی خاصی نداره این غذا. مثلا دیدید بعضی آبگوشت ها زیره دارن، بعضی ها فلفل زیادی دارن، بعضی ها سبزی خشک زیادی دارن. نه، توی این غذا ما زردچوبه استفاده میکنیم. من اندازه نصف قاشق میریزم. فلفل و نمک، این چیزیه که استفاده میشه. حالا من برای لابه بهتر یکم پودر پیازم استفاده میکنم. اینم پودر پیاز، یه قاشق فلفل سیاه و نمک. اینم از این. و یه نکته دیگه، نمک آیا بعد پخت بزنیم یا قبل پخت؟ زمانی که از قابلمه دارید استفاده میکنید و عجله دارید، زودپز ندارید، نمک رو بذارید بعدش بزنید. اما الان توی زودپز خیلی تفاوتی نمیکنه. پس من نمکش هم میزنم. تست نمک هم بعدن میگیریم. یکم اینو هم بزنم که قشنگ مزه هاش بره تو هم. نگاه کنید قشنگ یه دستش کنید که گوشتمون مزهش رو بگیره. آه
عالی عالی. الان آب میریزم، میذارم که بپزه. بوی خوبی بلند شد ازش. بریم رو گاز. یه نکته ای اجازه بدین. مثل بقیه غذاها، هر غذایی که هر شهر داره، گوشت لوبیا هم دستورهای مختلفی داره. یه سری ها با سرخ کردن شروع میکنن، روغن میزنن، از گوشت گوساله استفاده میکنن، ادویه های دیگه ای میزنن. 100% این چیزیه که حالا من از عمه راشین گرفتم دستورشو. خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. اگر شما نکته دیگه ای دارید در رابطه با این غذا، منم دوست دارم یاد بگیرم ازتون، حتما برام بنویسید توی کامنت. و دیگه الان کاری نداریم، میره تا حدود 45 دقیقه پخت گوشت به همراه گوشت پخت لوبیا، و بعد لوبیا رو اضافه میکنیم. نیم ساعت، نیم ساعت کافی چون با لوبیا هم قرار بپزه. لوبیا هم که نیم ساعت پخت، آبکش میکنیم، اضافه میکنیم، دوباره نیم ساعت دیگه بپزه، و توی اون زمان شیویت پلو رو هم درست میکنیم. پس من برم، آشپزخونه هم خیلی نترکیده، نیم ساعت دیگه برمیگردیم. فعلا نیم ساعت گذشت، نیم ساعت یکم بیشتر، نزدیک 35 دقیقه. اینا تقریبا مقداری پخته. یکم آب میگیرم روش که قشنگ نفخش گرفته بشه. بریم اضافهش کنیم به ترکیب گوشت و پیاز. اینم ترکیب گوشت و پیاز که الان دوباره حرارتش روشن میکنم. در رابطه با دارچین، ایشون گفتن که حالا مثلا سلیقه یه بجا میریزن. من اگر سلیقه یه من میریزم، چون که عطر دارچین رو دوست دارم. الان میرم که لوبیا رو اضافه کنم، یکم هم بزنم ببینم پخشش چطوره. وای چه چیز باحالیه، چقدر چیز باحالیه. بقیه لوبیا رو میریزم، دقیقا اندازش و ترکیبش رو دوست دارم. این الان آبش زیاده دیگه، آب بهش اضافه نمی کنیم چون قراره بره تو حالت خورش. گفتم بهتون اگر دوست دارید که تیلیت بکنید یا تو حالت آب گوش بره، آبش باید زیاد، دقیقا تو همین مقدار باشه. دوباره درش رو میبندیم، میره برای قسمت دوم پخت. و الان همزمان شیبیت پلو رو هم بار میذارم. اینم برنج شسته شده، حرارتش رو زیاد میکنم. کته میکنیم با شیبیت خشک که همه بتونید راحت درست کنید. اینم آب و روغن، دستم سوخت، و نمک. آبش که رفت، موقعی که خواستیم بذاریم دم بکشه، شیوید خشک رو بهش اضافه میکنیم. عالی. آبش که رفت ولی هنوز یکم تهش آب داره، شیویدش رو میزنم. یکم مخلوط. یکم دیگه. اینطوری میتونید مقدار شیویدی که دوست دارید رو خودتون بهش اضافه کنید. عالیش. الان حرارت کم میکنم، درش رو میبندم. اگر دوست داشتید توی این مرحله یکم کرم بهش اضافه کنید. حرارت کم کردم، اینم در بره واسه خودش. 10 دقیقه مونده برنج آماده بشه. من تو 10 دقیقه آخر بهش کره اضافه میکنم. برو اونجا. یک ساعت زدم، بخارش خالی شد و اوف اوف. دوباره حرارت روشن میکنم. واو، این دارچینا رو جدا میکنم. قیافه خودشه.
تست نه 4 تا فکر کنم چوب دارچین بود. وای 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 وای. مقدار آبش به انتخاب خودتون، اگه دوست دارید آبکی تر باشه بعد آب بیشتری میریخید. نمکش رو تست کردم، نمکش کم بود، نمک رو میزنم. این خوشگل آماده است. وای دیگه حرارت خاموش. چیوی پلو هم ببینید. اینا شیوید پلو و تمام. وای وای چه بوی داره، خیلی شبیه آب گوشته. در واقع یه نوع آب گوشت. ملاقه من اگه پیدا کنم عالی میشه. برنجمه آی چه دستگیرش دوغ شده. وای خیلی گشنمه، خیلی خوشحالم. شیوید پلو، شیوید پلو. خانم ها آقایون، این شما و این گوشلوبیای کاشان. واقعا نمیتونم بایستم تا امتحانش کنم. وای گوشتش که اینه اینه پنبه شده. آب شلوبیاش. جاتون خالی. وای وای آفرین آفرین. امیدوارم که لذت برده باشید. توصیه میکنم این غذا درست بکنید. بازم به کاشانی عزیز میگم اگر نکته‌ای بود که حالا مثلا شکل روش شما متفاوت تر بود حتما به بگید. مدل خورشتیشو با هم دیدیم، مدل آبگوشتیش هم بهتون گفتم که آبکی تر از اینه. امیدوارم که لذت برده باشید. میبینمتون به زودی. فعلا مخلصیم.